اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعوا الی الله. خیمه دین را در مسائل عبادی نماز نگه می دارد و خیمه سیاست و امور اجتماعی را در مسائل دنیایی و حفظ نظام مردم نگه می دارن. این بیان نورانی از صلات و عمود و دین رواج دارد. خیمه یک عمود بزرگ دارد که او را سرپا نگه می دارد، یک ستونهای کوچک و فرعی هم دارد که در کنار این ستون بزرگ سمتی دارد. درباره دعا هم وارد شده است که دعا عمود دین است. در برخی از عبادات هم به همچه تعبیر آمده است، ولی خیمه را اون بزرگ ستون نگه می دارد. این ستونهای فرعی در کنار اون ستون بزرگ انجام وظیفه می کنند. لذا دین بر نماز و روزه و حج و زکات و ولایت استوار شده است که بنی الاسلام و را خمس. این از صلات و عمود دین معروف است. اما اینکه در مسائل سیاسی امت اسلامی ستون دینن، این در بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون عهدنامه مالک اشتر که در نهج البلاغه آمده است ملاحظه فرمودید. در همین محفل هم اون بیان نورانی بارها خونده شد. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی مالک اشتر را به عنوان استوندار مصر معرفی کرد، مطالب فراوانی در اون عهدنامه مرقوم فرمود که یکی از اونها این است: فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يؤمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فرمود مالک ما انقلاب نکردیم که به مقامی برسیم، ما انقلاب نکردیم که خودمون رها باشیم، ما بنده خداییم، ما انقلاب کردیم که دین را آزاد کنیم. این دین قبلا در دست یک عده اسیر بود. ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. معارف قرآن اسیر بود، معارف اعتراض طاهرین اسیر بود، معارف حج اسیر بود، معارف عمره اسیر بود، حجشون بی براءت بود. ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. کسانی که قبل از انقلاب در این کشور زندگی میکردن کاملا احساس میکردن که اسلام در اسارت بیگانگان است و تلاش و پوشش امام و شهدا رضوان الله علیهم بود که این دین را از دست دیگران آزاد کنند. این تعبیر تعبیر ناولی علی بن ابی طالب است که فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. کسانی که این دین را آزاد کردن مردان آزاده هستند. لذا در همون عهدنامه مالک که در نهج البلاغه آمده است، حضرت فرمود به این که مالک ان عماد الدین و جماع المسلمین و العده للاعداء العامه من الناس ولیکن صفو که معه و میلو که علیه. فرمود مالک
این دین اگر بخواهد آزاد بشود، حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامی بشود، ستون لازم داره. اصل سیاست خیمه است، به دین مشخص کرده است. ستون این خیمه مردم است. اگر بخواهید عبادات تو محفوظ باشه، نماز اصل است. بخواهید حکومت تو محفوظ باشه، مردم اصل است. ان عماد الدین و جماع المسلمین و العدة للأعداء العامة من الناس فلیکن صفو که منهم و میلو که معهم. این ستون را باید اقامه کرد. بارها ملاحظه فرمودید که در قرآن یا در روایات هیچ وقت به ما امر نکردند نماز بخوانید، برای اینکه دین میگوید نماز ستون دین است. ستون که خوندنی نیست. اگر این کتاب کتاب حکیم است، چین که حکیم است و قرآن الحکیم، این باید حکیمانه حرف بزند. از طرف بگوید نماز عمود دین است، از طرف بگوید نماز بخوانید که هماهنگ نیست. لذا در همه موارد قرآن سخن از اقامه است، یعنی این ستون را نگه بدارید. اونجا هم که مصلی و یصلی و امثال ذلک است، یعنی مقیمین از صلات، یقیمون از صلات. گاهی به صورت امر حاضر است، گاهی به صورت فعل ماضی است، گاهی به صورت فعل مضارع است، گاهی به صورت اسم فاعل است. به هر تقدیر سخن از اقامه نماز است، زیرا ستون را اقامه میکنند. اقامه امت هم به همین است، به عدل و داد است، رعایت حقوق مردم هست، ملاحظه عدل مردم است، رفع نیاز مردم است، کار برای مردم تولید کردن است، اشتغال ایجاد کردن است، فقر جدایی کردن است. این ستون را باید اقامه کرد. بنابراین این چهار مطلب برابر با قوانین حکمت کتاب آسمانی است. از یک طرف فرمود نماز ستون دین است، در بخش دوم فرمود نماز را اقامه کنید، از طرفی فرمود مردم ستون سیاست هم، از طرفی فرمود مردم رو به پا بدارید. این اقتصاد مقاومتی هم همین است. کسی مقاوم است، استادگی دارد که بتواند در برابر مشکلات مقاوم باشد، در برابر مشکلات کم نیاورد. این بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مردم ستون حکومتن، یعنی مردم رو باید به پا داشت. به پا داشتن مردم به همین است، به اجرای عدل است، به تأمین خواسته های مشروع مردم است، که حضور همه مردم و مسئولان انشاءالله امیدواریم در همین راستا و در همین زمینه باشد. این چهار امر وقتی کنار هم قرار گرفت، این دین را دین حکمت می کند. هرگز نگفت که بر مردم نصیحت کنید، هرگز نگفت که نماز بخوانید. اگر ستون از ستون رو به پا می دارن، نه با ستون نصیحت بکنن. نصیحت کردن مال مطلب دیگه است، مال مسائل اخلاقی است، ولی در مسائل حکومت و در مسائل سیاست باید مردم رو سر پا نگه داشت. اگر ستونن مردم چه این که هست، باید مردم رو سر پا نگه داشت. ما در مسائل اخلاقی هر روز با یه نعمتی یا با یه نقمتی روبرویی. دنیا همینطور است. انسان یا سالم است یا مریض، یا مشکلی دارد یا مشکلش حل شده است و حالات گوناگون. اینطور نیست که ما دائما در رفاه باشیم یا دائما در رنج. نعمت و نقمت هر روز در کنار کارهای ماست. این اصل اول. ما اگر سرگرم نعمت باشیم از منعم غافلیم، سرگرم نعمت باشیم از اون مبلی و منتقم غافلیم. اگر نعمتی به ما رسیده است، همواره خدا را شاکر باشیم که از اوست. و اگر نعمتی هم به ما رسیده است، به تعبیر این بزرگان از کماندار بیند اهل خرد. درست است یه حادثه تلخی نصیب انسان شده، ولی این تیر تلخی که به ما رسیده است از کمان به ما نرسیده، از اون کماندار به ما رسیده. او دارد ما را می آزماید.
اگر بیگانه این تیر را زد، اون که ما را می آزماید پاسخ مثبت می دهد. اگر آشنایی زد، این آزمون الهی است. خدای سبحان فرمود ما شما را گاهی به ثروت می آزماییم، گاهی به فقر. این بخش میانی سوره مبارکه فجر همین است. اما الانسان اذا مبتلاه ربه اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. این مضمون این بخش میانی سوره مبارکه فجر است. فرمود گاهی ما مردم را به ثروت و رفاه و سلامت مبتلا میکنیم. این ابتلاست، این آزمون الهی است. این خیال میکند ما او را در عزت نگه داشتیم. دادن مال، دادن آبرو، دادن سلامت، دادن قدرت، اینا ابتلای الهی است. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. چیزی در دنیا به عنوان نعمت مستقل نیست، این فقط در آخرت است. هر چه در دنیا به ما بیرسد آزمون الهی است. از هر دو به عنوان امتحان یاد کرده است. ما گاهی ممتحن به نعمتیم، گاهی ممتحن به نعمتیم. گاهی مبتلا به سلامتیم، گاهی مبتلا به مرضیم. اون که در بیمارستان است مبتلاست، اون که در دبستان و دبیرستان است مبتلاست. این یکی به سلامت مبتلاست، اون یکی به مرض مبتلاست. ابتلا یعنی آزمون. اگر ما غافل باشیم، خیال میکنیم این نعمتی است، مال خود ماست، ما تلاش و کوشش کردیم، همون اسلامی حرف زدیم و قارونی معاذ الله فکر کردیم، گفتیم انما اوتیت و علی علم عندي. و اما اگر موحدانه و اهل قرآن باشیم و موحدانه فکر بکنیم، این سلامت را امتحان الهی می‌داریم. در کلاس امتحان نشستیم، از او حد اکثر بهره رو می‌بریم. و اگر خدای ناکرده آسیبی ما برسد، اونم بلواست. ما این دو اشتباه را باید از خود بزداییم. یکی این که نعمت هم ابتلاست، نعمت هم ابتلاست. دومی که در هر دو حال اون مبلی و ممتحن را باید ببینیم، اون منتقم و منعم را باید ببینیم. این که فرمود اذکر و نعمتی التي انعمت علیکم را باید ببینیم. اگر نعمت را دیدیم، منعم را ندیدیم، در صرف نعمت بیراه می رویم. و اگر بلا را دیدیم و مبلی را ندیدیم، به غیر او پناهنده می شویم. انسان موحد کسی است که هر دو را آزمون الهی بداند. یک، در نعمت منعم را ببیند. دو، در نعمت مبلی و منتقم را ببیند. سه، این موحدانه زندگی میکند. چار، همیشه راحت است. این بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود ارزش هر کسی به اندازه همت اوست به همین است. قدر و کل رجلن به قدر همته و عفافه علی قدر غیرته و شجاعته علی قدر انفته. فرمود ارزش هر کسی به مقدار معرفت اوست و مقدار همت او. هر اندازه انسان همتش بلند باشد، ارزش بیشتری دارد. الناس معادن که معادن ذهب و فضه. و هر اندازه غیورتر باشد، عفیفتر خواهد بود. تو مسئله غیرت در بحث‌های سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که غیرت از پربرکت‌ترین عناصر اخلاقی است، زیرا سه عنصر اساسی باید جمع بشود تا در یک فردی یا یک ملتی غیرت پیدا بشود. غیرت نصیب هر کسی نخواهد بود. غیرت یعنی غیرزدائی. این غیرزدائی ست عنصر اصیل می طلبد تا انسان بشه غیور. اول هویت خودش بشناسد، حوزه خودش بشناسد، قلمرو خودش بشناسد. برای که نمیخواهد از این قلمرو بیرون برود، وارد حوزه غیر بشود، نمیخواهد اجازه بدهد که غیر وارد این قلمرو بشود. تا هویت شناسی نشود غیرت ممکن نیست. ملتی غیور است که خودش بشناسه، شخصی غیور است که هویت و قلمرو به خودش بشناسه. وقتی قلمرو به خودش شناخت، هویت خودش شناخت، این عنصر اول حاصل شد،
اون دو عنصر دیگر حاصل می شود. به ما دین گفت وقتی قلمرو به شما مشخص شد، حوزه شما مشخص شد، نه از حوزه خودت بیرون برو سر بکش به دیگری، نه اجازه بده کسی وارد حوزه تو بشه. یه ملتی اگر هویت خودش شناخت که این هویت هویت اسلامی است، تا هویت خودش نشناسد معنا ندارد او غیرت داشته باشد، چون غیرت یعنی غیر جدایی. غیر جدایی فرع بر آن است که انسان اصلش بشناسه، بیگانه را ترک کنه. وقتی خودش نشناخت او بیگانه و آشنا نمیشناسه. پس اولین عنصر شناخته هویت خود انسان است، چه فرد چه جامعه. وقتی این مدار و این محور مشخص شد که این جامعه چیست، این ملت کیست، این شخص چیست و این فرد کیست، اونگاه اون دو عنصر محوری مطرح است. نه حق دارد از حوزه خود بیرون برود وارد حوزه دیگری بشود، نه مجاز است که دیگری را وارد حوزه خود بکند. این بیان نورانی امیرالمؤمنین که فرمود ما زنا غیور قطو همین است، فرمود هیچ انسان با غیرتی زنا نمی کند. چون اگر کسی بخواهد وارد حریم دیگری بشود، یعنی این مرز خود را رها کرد یا مرز خود را نشناخت. برای اینکه غیرت غیر جدایی است، اگر غیر جدایی است نباید وارد حریم غیر شد، و اگر غیر جدایی است نباید غیر را وارد حریم خود کرد. زنا با غیرت سازگار نیست، زیرا انسان از مرز خود عبور کرده است. فبود ما زنا غیور قطو. اگر غیرت هست، فرمود عفت هر کسی به اندازه غیرت است. و این دو عنصر غیر جدایی و عدم دخالت در کارهای دیگر فرع بر هویت شناسی است. تا انسان خودش نشناسد غیر را نمیشناسد، تا غیر را ترک کند یا وارد حریم غیر نشود. برای اینکه هویت انسان و قلمرو به هستی هر کسی مشخص بشود، یه بیان نورانی دیگری است امیر سلام الله علیه دارد که اینا همه تو روانشناسی اسلامی معرفت نفس دینی ما سهم از تعیین کننده دارد. فود من اصله ما بینه و بین الله، اصله الله و بینه و بین الناس. فود اگر کسی رابطه خودش رو با خدا درست کند، رابطه او با مردم درست بشود، مگر نانن که مردم قلوب اونها در دست خداست، مگر نانن که مردم جنود و سپاه و ستاد الهی هست. کی بر دلهای مردم مسلط است؟ کی بر زبونهای مردم مسلط است؟ فَوَانَ جَوَارِحَكُمْ جُنُودُهُ وَخَلَوَاتِكُمْ عُيُونُهُ. مردم سپاه خدایان، ستاد الهیان. اگر ستاد الهیان بین ما و بین خدای ما صلح و صفا بود، نه بیراه رفتیم نه راه کسی را بستیم، ذات اقدس اله بین ما و جامعه اسلام کند، نه کسی بد ما را میخواهد نه با ما بد میکند. من اصله ما بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. من کان له واعظ من نفسه کان له حافظ من الله. ما واعظ نیاز داریم، اما مهمترین واعظ، واعظ درونی ماست نه واعظ بیرونی. واعظ بیرونی ممکن است کتابی بنویسد یا سخنی بگوید که ما اون رو مطالعه کنیم یا بخوانیم. اگر خوندیم ممکن است از معبر چشم بگذرد، و اگر شنیدیم ممکن است مسیر گوش عبور کند. اما اون چه از دل برمیخیزد، دلمایه میشود، در درون اثر دارد، حرف واعظ درونی است. انسان باید حرف واعظ خودش بشنود. در درون ما یه واعظی هست، منتها ما نباید این واعظ را خفه کنیم. این نفس لوامه از همین باب است، این واعظ از همین باب است که خدا به این نفس لوامه سوگند یاد کرده است. این که مرتب ما را مذمت میکند، ملامت میکند که چرا اون حرف زدی، چرا اون کار کردی، چرا اون غذا را خوردی، این واعظ است. وعظ سخنرانی نیست، سخنخوانی نیست. کسی مقاله بنویسد به عنوان سخنخوانی او را بخواند، این وعظ نیست. کسی سخنرانی بکند، وعظ نیست. اگر اون جذب الخلق الالحق فراهم شد، وعظ است. الوعظ ما هوه؟ الوعظ جذب الخلق الالحق. اگر سخنی ما را جذب کرد،
جاذبه داشت، ما مجذوب او شدیم، دلربایی کرد، او میشه واعظ. فرمود اگر کسی در درونش یه همچه واعظ و نیروی جاذبه باشد، این مقصد میرسد و خدای سبحان او رو حفظ میکند. بنابراین خود غیرت هویت شناسی است از یک سو، عدم دخالتی در امور غیر است از سوی دیگر، و اجازه عدم دخالتی در امور خود را ندادن دیگر. اینها معنای غیرت است که تو بیانات نورانی ائمه مخصوصا وجود مبارک است امیر آمده است. و ما اگر بخواهیم به مقصد برسیم، هر چیزی را به عنوان آینه باید قرار بدیم، در این آینه اسرار الهی را ببینیم. اگر نعمت است اون منعم را ببینیم، اگر نعمت است اون منتقم را ببینیم. اگر این حرف ها نبود که سعدی و امثال سعدی نمی گفتن گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. خب اینا شعرای این سرزمین بودن، چرا قبل از اسلام این دون از لطائف و معارف را نمی سرودن؟ بعد اینکه اسلام آمد و این معارف را آورد، اینا این شعرها را گفتن. نثر ما بعد از اسلام یه نثر حکیمانه شد، نظم ما بعد از اسلام یه نظم حکیمانه شد، این من شعر الحکمه شد، این من بیان سحرا شد. اینا رو بعد از اسلام وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهی سلام ما فرمود. بنابراین ما برای اینکه راحت از این معبر بگذریم که فرمود این دنیا ممر است نه مقر، عبور میکند شما را به همراه خود میبرد، همونطور که یوم تبدل و ارزو غیر الارض و سماوات که غیر سماوات میشود، انسان هم به همراه این مجموعه این نظام وارد صحنه دیگری میشود. اگر زمین عوض میشود، اگر زمان عوض میشود، اگر جهان عوض میشود، انسان هم عوض خواهد شد. اگر انشاءالله به سمت طیب و طاهر حرکت کردیم، به سمت فرشته شدن حرکت میکنیم. در بهشت همه نعمت ها هست، هیچ ستمی، هیچ بدی، هیچ لغوی، هیچ لهوی درش نیست. به عنوان لای نفی جنس همون لا لغو فیها ولا تعصیم، این مرفوع بودنش هم برای تکرار این کلمه لاست. فهمون لغوی درش نیست، اسمی درش نیست، بدی درش نیست، خیال خام و بدی در اون نیست اصلا. یه همچه عالمیه. فرشته ها هم همین کار رو داره میکنن. انسان به یه عالمی میرسد، با اینکه بدن دارد، با اینکه همین بدن اونجا می رود، با اینکه جسم دارد همین جسم اونجا می رود، اما معزالک وصف فرشتگی پیدا می کند. حیف است که آدم اون را ارزان بفروشد. رضا وجود بارکه اسلامی فرمود هر کسی ارزش به اندازه همت اوست، عفت هر کسی به اندازه غیرت اوست، و شجاعت هر کسی به اندازه عنفیت اوست. این باید بگد من به دماغم برخورد، این به دماغم برخورد یه چیز خوبی است. بیگانه اگر بگوید ما فرون گزینه را روی میز داریم، به دماغ و بینی ملت برمیخورد که اینا قیام کردند و اونها رو به خاک مذلت می نشانند. فرمود شجاعت هر کسی به اندازه تعنف اوست. این تعنف یعنی به دماغم برخورد، این به دماغم برخورد یعنی به کبریایی من، به عظمت من، به مجد من، به جلال من که خدا به من داد به او برخورد. وگرنه غرور را که ذات اقدس اله امضا نمی کنند، تکبر بیجا را که اهل بیت امضا نمی کنند. فرمودند ملت وقتی ستون باشد، این ستون نباید آسیب ببیند. فرمود شما بکوشید این ستون را حفظ کنید. ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعداء العامه من الناس، توده مردم ستون دینه که خیمه دین را حفظ میکنه. به حق قرآن اسرت به فرد فرد این ملت بزرگوار سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بکنه و خطر بیگانه ها را به خود اونها برگرداند. پروردگار امر فرج ولیت را تشریف فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرمان. روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ را با اولیای الهی محشور بفرمان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانان به بهترین وجه
حل بفرما. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به خود اونها برگردان. خطر استعمار و استکبار را به خود اونها برگردان. این کشور ولی عصر تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. به همه عزیزان سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. جوانان ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. غفر الله لنا و لکم.